جعبه ای به صورت بسیار زیبا و کمیاب، مکعب شکل، خاتم کاری شده. عمه سارا جعبه را روی میز قرار داد. همه پرسیدند این کادوی کیست و بچه ها ساکت به آن خیره شده بودند. من طاقت نیاوردم و یک مرتبه با صدای بلند شروع به گریستن کردم. حواس ها به طرف من معطوف شد و بچه ها سراسیمه به گردنم آویختند. چشمان مادرم بسیار نگران بود و با دست های لرزانش یک لیوان آب سرد به من داد. تمام سعیم را کردم که به خودم مسلط شوم. گفتم بچه ها نگاه کنید ببینید این کادوی چه کسی است. عمه سارا در جعبه را به راحتی باز کرد و درون آن وای خدای من، از درون آن یک گلدان بیرون آورد. گلدانی بسیار زیبا که نظیر آن را در هیچ جا ندیده بودم. گلدانی که 5 گل زیبای رز صورتی از آن رویده بود و یک پاکت نامه که بین گلها خودنمایی میکرد. عمه سارا نامه را برداشت و دستش را به طرف من دراز کرد. در پاکت باز بود و نامه کوچکی درون آن قرار داشت. در نامه خطاب به بچه ها نوشته بود: بچه هایم، عزیزانم، گل هایم، این هدیه کوچک را که با دستان خودم ساختم به مناسبت آغاز 10 سال زندگیتان از بابا ناصر بپذیرید. بابا ناصر را ببخشید که شماها را گذاشته و رفته، اما روزی بر می گردم و این گناه بزرگ را جبران می کنم. دوستتان دارم، عاشقتان هستم، بچه هایم، گل های قشنگم، نادرم، مریمم، آرشم، نرگسم، آریایم، نازنینانم، همگی را دوست دارم، همگی تان را می پرستم. مواظب یک دیگر و مامان نسرین فداکارتان باشید. بابا ناصر قربون شماها بره. با چشمانم نامه را خواندم چون صدایم از گلویم بیرون نمی آمد. نامه را به سارا دادم و گفتم تو بخوان. او هم مانند من با چشمانش نگاهی به نامه کرد و بغض گلویش را فشرد. ناچار از صادق خواست که نامه را بلند بخواند و صادق با صدایی بغض گرفته اما مسلط نامه را خواند. چشم از چهره بچه هایم بر نمی داشتم. یک لحظه مانند چراغی که نفتش تمام می شود و به خاموشی می گراید و زمانی که نفت به آن می رسد شعله‌اش را بالا می کشد و درخشان می شود. چهره بچه ها روشن و روشن‌تر شد. به راحتی می شد امید و شادمانی را در چهره آنها خواند. همگی دست زدند و با صدای بلند فریاد کشیدند: زنده باد بابا ناصر. و یک مرتبه دیدن چشمان اشکبار مهمانان صدای آنها را خاموش کرد و یکی یکی پرسیدند چی شده؟ شما چرا خوشحال نیستید که بابا ناصر گفته برمیگرده؟ و مهمانان که سعی میکردند به خودشان مسلط شوند لبخند به لب آوردند و گفتند چرا؟ ما از خوشحالی گریه میکنیم. بچه ها رویشان را به طرف من برگرداندند و گفتند مامان، بابا ناصر چه کادوی قشنگی برای ما فرستاده. گفتم بله عزیزانم، من که به شما گفته بودم بابا ناصر خیلی شماها را دوست دارد و همیشه بهتون فکر میکند. نادر جلو رفت و به صادق گفت عمو جون، نامه بابا ناصرم را به من بده. و صادق نامه را به او داد. بچه ها دور نادر جمع شدند و تلاش می کردند که خودشان مجدداً نامه را بخوانند، اما آنها هنوز یاد نگرفته بودند که خط عادی را بخوانند و برایشان دشوار بود. به نادر گفتم پسرم، نامه را به من بده تا وقتی تنها هستیم کمکتون کنم که خواندن آن را یاد بگیرید. شما هنوز یاد نگرفته اید که نامه دست نویس را بخوانید. حتما بابا ناصر یادش رفته که نامه ای را که برای شما می نویسد تایپ کند. نادر نامه را به من داد و گفت مامان خیلی مواظب باش
گم نشه و سپس بچه ها گلدان زیبای خاتم کاری شده را در دست به دست یکدیگر دادند و خوب تماشا کردند و بوسیدند و گلهای چوبی آن را بویدند. مهمانان نیز گلها را در گلدان برانداز کردند و متوجه شدند گلها بسیار ظریف روی چوب خراطی و رنگ شده است و در گلدان خاتم قرار گرفته، به طوری که در نظر اول نمی شود متوجه شد که گلها چوبی هستند و طبیعی نیستند. سرانجام پسرها و دخترها بر سر اینکه گلهای بابا ناصر در اتاق کدام یک از آنها باشد به بحث و جدل پرداختند که من گفتم گلهای بابا ناصر مال همه هست. روی میز ناهارخوری میگذاریم که همه تماشا کنند و لذت ببرند و یادتان بماند که بابا ناصر چه گفته است. و بچه ها راضی شدند و گفتند حالا میزنیم و میرخصیم به افتخار بابا ناصر. و این بار آریا و مریم سازها را برداشتند و نادر دف به دست گرفت و آرش و نرگس هم شروع به رقصیدن کردند. بچه ها خیلی صادقانه جب خانه را عوض کردند و اشک مهمانان را به شادمانی تبدیل کردند. حدود ساعت 8 شب مهمانان به دلیل اینکه بچه ها باید بخوابند و صبح به مدرسه بروند خداحافظی کردند و رفتند. وقتی همه رفتند و بچه ها نیز به اتاقهایشان رفتند که بخوابند، یادم آمد که من کادوهای بچه هایم را ندادم و به دلیل اتفاقی که افتاد همه چیز را فراموش کردم. ناچار بسته های وسایل نقاشی را که برایشان تهیه کرده بودم به اتاقشان بردم و کنار رخت خوابهایشان قرار دادم و صورتهایشان را بوسیدم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت کردم. مادرم بیدار بود و منتظر لحظه‌ای که با هم تنها باشیم. داشتم اتاق پذیرایی را مرتب می‌کردم، آمد کنارم و گفت دخترم چی فکر می‌کنی؟ به نظر تو ناصر می‌خواهد برگردد که بعد از 9 سال یاد تولد بچه‌هایش کرده و کادو فرستاده است؟ آن شب تا صبح نتوانستم بخوابم. یک لحظه ناصر از جلوی چشمانم نمی‌رفت. من ناصر را خوب می شناختم. او اهل هیچ خلافی نبود. وقتی نمی توانست بریدن سر یک مرغ را ببیند، مردی بود ساده، زحمتکش و راست گفتار. چطور چنین آدمی می تواند آنچنان خلافی را مرتکب شده باشد که مستوجب این همه سال گرفتاری و زندانی باشد و حتی به او اجازه دیدار عزیزترین کسانش را ندهند؟ امیدوارم ناصر مرا ببخشد که فکر می کردم او از مسئولیت و هیاهوی بچه ها گریخته است. امیدوارم آن روزی برسد که ناصر از در این خانه وارد شود و بچه هایش را در آغوشش بفشارد. روزهای من همچنان تکراری می گذشت. با وجودی که به شدت از درد آرتروز گردن و دیسک کمر رنج می بردم، به کار خیاطی ادامه می دادم. و چون خیلی به کارم وارد و مسلط شده بودم، کار بیشتری انجام می دادم و درآمدم بیشتر شده بود. به همان نسبت بچه ها بزرگتر می شدند و مخارج آنها بیشتر و سنگین تر می شد و سرانجام روزی اتفاق بدی افتاد. مادرم در پی یک سکته قلبی از میان ما رفت. آن روز بچه ها مدرسه بودند. سریع اورژانس خبر کردم، اما قبل از رسیدن به بیمارستان مادر رفت و ما را تنها گذاشت. این پناهگاه و شنونده دردهای من، مادری که قدم به قدم در تمام سختی‌هایم مرا همراهی می‌کرد رفت و من در غم عمیقی فرو رفتم، غمی که باورم نمی‌شد یک روز از دستش خلاصی یابم. یاد و خاطره مادر همه جا با من بود. لحظه ای از جلوی چشمانم دور نمی شد و بچه ها نیز افسرده شده بودند و جای مادر بزرگ مهربان را در کنارشان خالی می دیدند. روزهای تلخی را پشت سر می گذاشتیم و بالاخره روزی به خودم آمدم و با خودم گفتم من برای این بچه ها خیلی زحمت کشیدم،
خیلی سعی کردم که درد نبودن پدر آنها را افسرده و نابهنجار نسازد، ولی حالا غم از دست دادن مادر بزرگ بچه هایم را به شدت افسرده و تنها کرده است. چه باید بکنم؟ این سوالی بود که بارها از خودم پرسیدم چه باید بکنم، ولی فکرم به جایی نمی رسید، چون خودم نیز بسیار بی‌حوصله بودم و درد دیسک و آرتروز داشت از پای درم می آورد. فقط سعی می کردم که بچه ها از درد بدنیم با خبر نشوند، درد روحیم که با بچه ها مشترک شده بود. یک روز جمعه صبح که از خواب برخواستم، تصمیم گرفتم که روزی نو را شروع کنم و گرد غم و هجران مادر را به خاطر بچه ها هم که شده از دل بزدایم. بعد از 2 ماه که از رفتن مادر می گذشت، از خانه بیرون رفتم و برای صبحانه بچه ها نان تازه و حلیم خریدم. بچه ها روزهای جمعه ساعت 9 صبح صبحانه می خوردند. آن روز کمی آرایش کردم و لباسی به رنگ آبی روشن پوشیدم. بچه ها یکی یکی به طبقه پایین آمدند. با دیدن چهره من که سعی می کردم لبخند بر لب داشته باشم و چهرهشان گشوده شد. آن روز همه تعجب کرده بودند. از صبحانه تکراری شیر و چای شیرین خبری نبود. با اشتها حلیم و سپس آب پرتقال خوردند و نرگس گفت مامان نسرین، دیشب مادر بزرگ را خواب دیدم. همه کنجکاو شدیم و توجهمان به نرگس جلب شد. پرسیدم دخترم مادر بزرگ چگونه بود؟ باهاش حرف زدی؟ گفت بله مامان، مادر بزرگ خیلی خوشحال بود، لباس قشنگی پوشیده بود، انگار میخواست برود مهمانی. مادر بزرگ مرا بوسید و گفت نرگس جان، چرا نادر به کلاس گیتار نمی رود؟ من دلم برای ارکستر شماها تنگ شده. گفتم مادر بزرگ شما بیایید خونه ما براتون ساز میزنیم و میرقصیم. مامان جون، مادر بزرگ گفت شماها بزنید و برقصید، من تماشا میکنم. سکوت همه جا را فرا گرفت. پرسیدم بعد چی شد؟ نرگس گفت بعدش مادر بزرگ را دیگه ندیدم. مریم پرسید مامان نسرین، این یعنی مادر بزرگ دلش برای ارکستر ما تنگ شده؟ گفتم آری عزیزم. بچه های قشنگم، مادر بزرگ از همه ما میخواهد که به زندگی عادی من ادامه دهیم. درست است که او از پیش ما رفته، اما از اون بالاها، از بالای آسمونا ما رو میبینه و دوست دارد که ما مثل گذشته شاد و خندان باشیم. آریا پرسید مامان پس چرا مادر بزرگ را ما نمیبینیم؟ گفتم وقتی بزرگتر شدی خودت میفهمی. کسانی که از میان ما میروند ما دیگر آنها را نمیبینیم، اما آنها ما را میبینند. و آرش گفت کاش ما هم میتوانستیم آنها را ببینیم. و نادر که تا آن موقع ساکت نشسته بود و به حرفهای بقیه گوش میداد گفت مامان از این هفته من دوباره به کلاس گیتار میروم و ارکسترمان را شروع میکنیم. گفتم عزیزم من هم تار را شبی نیم ساعت با شماها کار میکنم. و همگی هورا کشیدند و دست زدند. احساس کردم شروع خوبی است که غم را از خانه بیرون کنیم. برای بچه ها توضیح دادم که هر کسی یک روز به فرمان خداوند به دنیای دیگری میرود و کسی نمیداند که در آن دنیا چه خبر است. آرش گفت کاشکی نرگس از مادر بزرگ میپرسید. و نرگس جواب داد آخه من یادم نبود که مادر بزرگ رفته آن دنیا. و نادر گفت نه، اگر هم میپرسیدی جواب مادر بزرگ جواب نمیگفت. آن دنیا چه خبر است؟ آخر باید سورپرایز باشد. خنده هم گرفته بود. بچه ها چقدر خوب همه چیز را تجزیه و تحلیل میکردند. عصر آن روز جمعه عمه سارا و سگل پیش ما آمدند و بچه ها ارکستر را به راه انداختند. من از اینکه روحیه بچه ها عوض شده بود خوشحال بودم و زندگی همچنان ادامه داشت.
گاه گاهی که تلفن زنگ می زد قلبم به شدت می زد و با خودم می گفتم ممکن است ناصر باشد، اما نه، هرگز ناصر به ما زنگ نزد. به انتظار من بیهوده بود. اگر روزی ناصر بازگردد به او خواهم گفت که این یک کار را حداقل نخواهم بخشید. می دانستم، قلبم گواهی می داد که ناصر باز خواهد گشت، اما کی و چه وقت نمی توانستم فکرش را بکنم. بچه ها برای جشن تولد 10 سالگیشان انتظار می کشیدند که شاید بابا ناصر بیاید یا حداقل کادویی به قشنگی آن گلدان سال قبل برایشان بفرستد. انصافاً گلدانی که ناصر با دستان خودش ساخته بود بسیار زیبا بود و حکایت از پنجه های استاد هنرمندی می کرد. تعجب می کنم که ناصر چنین هنری داشت و به من نگفته بود. در مورد آن با سارا صحبت کردم. او به نقل از صادق برادر بزرگش گفت چند سالی آخر عمر پدرم در اصفهان زندگی می کردیم. همسایه‌ای داشتیم که استاد خاتم و مربّت‌کاری بود. یک روز تابستان استاد از پدرم خواست که یکی از ما را به حجره او بفرستد تا به او کمک کند و در عوض استاد به او خاتم‌کاری یاد بدهد. پدر به ما گفت اما فقط ناصر قبول کرد و از روز بعد به همراه استاد به حجره او رفت. ناصر شاگرد خوبی برای استاد بود، همه کار برایش می کرد. حجره را نظافت می کرد و شیشه ها را پاک می کرد. حتی برای خانواده استاد خرید می کرد و به خانه او می برد. و در عوض هنگامی که کار ناصر تمام می شد، استاد او را در کنار خود می نشاند و کارهایش را به طور دقیق به او یاد می داد. ناصر کارها را یاد می گرفت، اما بارها گفته بود استاد را دوست دارم اما کارش را دوست ندارم. نمی خواهم خاتم کار و مربّت کار بشوم. سرانجام بعد از 3 سال پدر از دنیا رفت و ما نیز به تهران نقل مکان کردیم. ناصر هم که تازه 12 ساله شده بود به مدرسه رفت و به ادامه درسش پرداخت. اما همیشه استاد را دوست داشت و از او حرف می زد. ناصر در بین ما همیشه ساکت و کم حرف و گوشه‌گیر بود و وقتی که داخل خانه بچه ها به هم می ریختند و سر و صدا می کردند او با اعتراض بر می خواست و به خیابان پناه می برد. اشک در چشمان سارا حلقه زد و گفت به خدا نسرین جان، ناصر در تمام زندگیش آزارش به یک مورچه هم نرسیده بود و حالا این انسان خوب و بی آزار به چه جرمی چنین در بند افتاده که حتی نمی تواند همسر و فرزندانش را ببیند؟ نمی دانم، این سؤالی بود که همه از یکدیگر می کردند. ناصر چه کار کرده؟ چرا او که بی آزارترین فردی است که خانواده و فامیل می شناسند؟ به نظر می رسید صادق چیزهایی می دانست، اما به سارا گفته بود هیچ کدامتان هرگز در مورد ناصر از من چیزی نپرسید. به نسرین هم بگویید من تحمل اشکهای او را ندارم، فقط این را می دانم که بی گناه هرگز بالای دار نمی رود و ناصر روزی باز خواهد گشت. دیگر صبرم دارد به آخر میرسد. پس آن روز کی میرسد؟ تا چه اندازه باید به بچه هایم دروغ بگویم؟ چند بار باید نامه های بچه ها را در صندوق چه پنهان کنم و برای آنها از قول ناصر دروغ بنویسم؟ احساس دروغ گفتن به این عزیزترین کسانم گلویم را میفشرد و حالت خفگی پیدا میکردم. من از دروغ متنفر بودم و حالا خودم تبدیل به یک دروغگوی حرفه‌ای شدم. آن هم دروغ به چه کسانی؟ خدای من، اگر یک روز بچه ها بفهمند که مادرشان این همه دروغ به آنها گفته چه خواهند گفت؟ پایان قسمت 15.